تو این ویدیو میخوام راجع به تاثیرات مثبت و منفی ماریجوانا گل علف از هر چیزی که اسمشون میذارید بهتون بگم Let's go تو اینستاگرام هم تو لایو هم پرسیدم راجب چی صحبت کنم خیلی از بچه ها گفتن راجب گل بگو راجب وید ماری جوانا و اسمای مختلفی که داره در آخر میخوام یک سوالی ازتون بپرسم ببینم کی جوابشو میدونه ببین تو ایران یه سری اطلاعات غلط بهتون میدن چرا تو یه سری ایالت ها آزاد شده و تو یه سری ایالت ها داره آزاد میشه اولا که اصلا مواد مخدر نیست مواد محرکه برای همین روی جسم تو تاثیری نمیذاره من هم تجربه یه سری چیزا رو دارم دارم بهتون میگم خیلی راجبش خوندم سایت های ایرانی نرفتن راجبش بخونم فقط خوندم که نقضشون کنم بگم چه چرت و پرتایی دارن بهتون میگن چرا توی سر ایالت آزاد شده به خاطر اینکه مصرف درمانی داره اونم نه بکشن یعنی کسی رول نمیکنه بکشه برای آدمایی که افسردگی دارن یا یه سری سرطان ها دارن به صورت دم کرده یعنی دم میکنن مثل چایی و میخورن برای اینکه چت کنن برن و بام تهران نیست استفاده دیگه ای ازش میشه حالا میگن چون داروی آور هست یا نیست طبق تحقیقاتی که انجام دادن از هر ده آمریکایی که مصرف کرده یک نفر اعتیاد پیدا کرده بهش اگر زیر 18 سال باشن از هر 6 نفر دو نفر بهش اعتیاد پیدا کرده و اینم در نظر بگیرید که اونا آمریکایی هستند و میتونن با چیزهای دیگه سرشون رو گرم کنن و فراموش کنن پس این تو ایرانیا من اسم میکنم که درصدش میره بالاتر بکشه میره دودانس حالا اعتیاد آور بودنش داستانش چیه ببینید کوتاه مدت که مصرف کنید اصلا علائم خاصی نداره اتفاق خاصی هم براتون نمیفته یه دنیای جدیدیه کلا یه چیزیه که باش تا حالا نداشتی و ممکنه بترسی ممکنه اگر توی شرایط درست حسابی نباشی حالا هوات عوض, عوض میشه دیگه انگار یه دنیای دیگه است، یه جای دیگه است، یه جور دیگه ای میشه زمان برات کند میگذره بعضی وقتا یعنی اختلال زمان پیدا میکنی وقتی مصرف میکنی حالا من کشیدنیشو دارم میگم چون تو ایران اکثرا میکشن دیگه یعنی زیاد داروی ما روی گرده داستان خیلی هم تعدادش زیاد شده دختر و پسرم نداره تقریبا همه این کاره هستن حداقل هم یه بار مصرف کردن تو نیم ساعت اول که به اوج خودش میرسه یعنی هایی میشی این داستان یک تا سه ساعت هم طول میکشه حالا بریم برای کسی که بلند مدت مصرف میکنه و میخواد بذاره کنار بعد از یه مدت که تبعت عوض میشه اصلا تو پنج سال مصرف میکنی چهار سال حال میده رو سال پنجم یه جور دیگه رو تاثیر میذاره افسردگی بسیار عجیب و غریب یعنی تو افسرده میشی اختلال حواس پیدا میکنی حواس پرت میشی همش استراب داری بیخواب میشی خلق و خو تغییر میکنه یه آدم دیگه میشی اینجوری هم نیست بگم بی میشی یا چیزی یا نه ولی خلق و خود عوض میشه میری تو خودت میاد اشتهات به فنا میره چون تو وقتی مصرف میکنی غذا ده برابر بهت مزه میده رابطه جنسی به داشته باشی خیلی به حال میده ولی از اون برم مصرف نکنی همه اینا برات بی مزه و بی م... اصلا هیچ دیگه بهت حال نمیده و باید هی مصرف کنی که بتونی لذت ببری از زندگیت و اینه که میگن اعتیاد روانی داره اعتیاد جسمی نداره یفتی گوشه خونه آی پام درد میکنه بعدا نه هروئین نیستش که اصلا مواد مخدر نیست که رو مغز تو تاثیر میذاره THC باعث میشه که دوپامین ترشح کنی THC تو زعفرون هم هست تو زعفرون هم زیاد بخوری سرخوش میشی مغز تو خود به خود این ماده ها رو داره ترشح میکنه نرمال وقتی دستی میری میریزی توش اضافه بر سازمان حالا هر چیزی میتونه باشه این باعث میشه که اون دیگه کمکار بشه اون قده ای که این چیزا رو داره تولید میکنه و وقتی مصرف نمیکنی اون کم میگه خب تو که داری به من میدی من پس کمتر بدن تا یه حدیه حد خودشو بالانس میکنه دیگه میگه پس من تولید نمیکنم وقتی اون داستان کم کار میشه تو هم بهش نمیدی یه سری کمبودا احساس میکنی که این روانیه یه داستانی که خیلی تو تلویزیون و این برون بر میگن توهم توهمی نداره تو یه سری اختلال برات به وجود میاد مثلا زمانو گم میکنی من بچه بودم 16 سال 17 سالم بود که خب تو جمعای رپی و میتینگ برو و اینا تو شهر شهرک غرب یه بار مصرف کردم و نمیدونستم مثلا چیه از شهرک غرب من اومدم دم پلوایی میدون صنعت گوشیم ساعت 8 بود اومدم بر خیابون سوار تاکسی شدم همینجور ساعت 8 بود ساعت تکون نمیخورد اومدم تا خونمون اومدم و ساعت از هشت تکون نخورد یه لحظه به خودم اومدم دیدم من دم پلوایی نشستم و فکر میکردم رفتم خونه انقدر زمان برات عجیب غریب میگذره دیر میگذره مثلا یکی از چیزایی که ماری نداره حال بدیه یعنی تو استفراغ نمیکنی چون میترسن و معمولا اکثریت تجربه مشروب خوردن فکر میکنن اگه تگری بزنن حالشون خوب میشه پراش ریخته از این دنیا جدیدی که باش آشنا شده و معمولا تو سن کم دیگه میگم من خودم 16 سالگی تجربهش کردم چندین بار دیگه هم تجربه کردم ولی دیگه مثل اون دفعه اول نشد اصلا حال نداد دیگه اون چیزایی که ازش میخواستم و به دست آوردم راجب آهن سازی راجب موزیک راجب به که میخواستم بکنم ولی از یه جایی به بعد دیدم دیدم دیگه داره عکس جواب میده یعنی اتفاقات بدی داره واسم میفته استرسی میشم افسرده میشم با هیچ کی حال نمیکنم هیچ جا نمیرم یه چرت و پرت دیگه ای هم که میگن میگن وقتی داری رانندگی میکنی باعث میشه که تو تو توهماتت نمیدونه اماشین ماشین پیاده بپره نه اصلا اتفاقا اینجوری نیست یکی از دلایلی که توی ایالت‌های مختلف ماریجوانا آزاد شده اینه که فاز پیس میاره فاز صلح میاره حالا یا ترسوت میکنه یا فاز صلح میاره نمیدونم هر چی دوست داری اسمشو بذارین اصلا اینجوری نیست که تو آدم خطرسازی بشی برعکس تو امکان نداره رو ماری بیشتر از 80 کیلومتر بر ساعت با ماشین راه بری حس میکنی داری خیلی تون میری ولی مثلا نگاه میکنی اونی 60 داری میری انقدر استراب تو بیش از حد میکنی که اصلا ترجمه اون رو انجام ندی شولکس کنی خونه یه جوکی هم هست براتون تعریف کنم میگن یه روز و و ماریجوانا میرن دزدی میگه که آقا من میرم اونجا بهش میگم عزیز من پولا رو بذار تو این ساک تکونم نخور من اینو ور میدارم و با آرامش میام بیرون سوار ماشین میشم آروم بده دو حرکت کن برو کوکائین میگه آقای دل سب کن بذار من بگم برنامه دزدی بانک چیه من میرم تو بانک اصلا رو میکشم یه نفر رو میکشم دختره رو میگیرم باش یه دورم فلان میکنم حال میکنم و اینا بعد یه تیروایی میزنم اصلا رو میذارم تا ساکو پر کردم میدوام میام پرت میکنم تو ماشینو گازشو بگی بده یک یه دستی بکش برو ماری جوانا چی میگه چی میشه فردا بریم تموم شد خیلی تاثیر گذار مدل های مختلف هم میتونه رو آدم تاثیر بذاره بعضی ها ساکت میشن بعضیا ها میخندن بعضی ها خلاق میشن این بستگی کاملا به تایپ شخصیتی داره چون میگم روانیه دیگه بعد از یه مدت هم که مصرف می‌کنی، اصلا هیچ اتفاقی برات نمیفته یعنی فقط یه ذره کلت داغ میشه اینجا دنگاه یه توپ جمع شده تو سینت هیچ اتفاقی برات نمیفته فقط میکشی که نرمال باشی و اینجاست که خیلی بده چون تو می‌کشی. تو دمیج رو میزنی هیچ چیت هم نمیشه ببین یعنی حالت های مختلف, های مختلف هم داره تایپ ستیبا داره مالی. تو ایران اینجوری نیست تو ایران همش خیار صاحب است همش آتشغال هزار و کسافت و اسپری شیشه و هروئین و اینا به من دارم راجب به تویی که توی هلندی یا توی مثلا کانادایی میری از مغازه ویت شاپ میخری قانونی ساتیوا چیه ساتیوا هایپر میشی حال میکنی سرخوش میشی و این داستانا ولی ایندیکا میری تو خودت دارک میشی دپ میشی فکری میشی وغزی میشی تصمیماتتو شل میکنه قدرت که داری تو زندگی رو شل میکنه اینش خیلی اصلا اینجوری نیست که رهایی رهایی از هیچ چیزی غیر ممکن نیست خودت باید بخوای میگن یادگیری رو از بین میبره اختلال نه این چرت و پرت محض واقعا یادگیری خیلی تاثیر میذاره تو خیلی یادگیریت میره بالاتر چون مغزت دو داری بیشتر ازش استفاده میکنی و باز هم میگم دلیل این که افسرده میشی همینه چون کار زیاد میکشی از مغزت میگن ذریب هوشی اینجا نوشتم دارم میخونم میگم ذریب هوشی پایین میاد اینم چرت و پرت محضه. بر برعکس کاملا نان استاپ پات تو گاز باشه همش دور موتورت بالا باشه خب یه جای موتور ماشینت میسوزه این هم همینه مغزت میسوزه به ریه چه آسیب خاصی نمیزنه شاید به خاطر اون دودیه که مصرف مندی مثلا تو دم کنی بخوریش به ریه چه آسیبی میزنه میگن سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه این هم چرت و پرته سیستم ایمنی رو ضعیف نمیکنه که هیچ توی چیز گیاهی داری مصرف میکنی برای قلب ضرر داره بله این چیز درستیه کسایی که بیماری قلبی دارن اصلا نباید برن سمتش یا اگر هم مصرف میکنی تحرک نباید داشته باشی به خاطر اینکه ضربان قلب تو خیلی میبره بالا دست میزنید اون قلب داره اینجا در میاد بعضی وقتا میگن روی نوزاد شما تاثیر میذاره شاید بچت معتاد بشه بهترین راهش هم برای اینکه مصرف نکنیش چون دلیل روانی داره اینه که باید رو, رو روانت کار کنی با اون رفیقات نگرد که میکشن ورزش کن نیوه بخور خیلی این تاثیر داره آب زیاد بخور یه سرت هم با یه کاری گرم کن چون چرا الان جوونا همه گل میکشن از بیکاریه سرتو با یه چیزی گرم کن یه باشگاهی برو یه مقاله بنویسی کتابی بخون برو سر کار درس بخون راجب علائم ترکش خیلی چیز جالبی توی رسانه های ایرانی میگم میگن عرق سرد میکنی تب و لرز میکنی داداش من شیشه میکش شیشه هم فکر نمیکنم اینجوری به. و کراک و اینا اینجوریه آقا هیچ تاثیر رو جسمتون نمیذاره و این بعدا اگه رو جسم تأثیر بذاری یا رو از اون که ریختش بریزه به هم میترسه مصرف نمیکنه این رو روان تاثیر میذاره اما میگن خب روان اوکیش میکنی و میرن سمتش و لاکار میرن سردرد میگن میگیری نه مشکلات معده میگن میگیری همچی چیزی نیست بی اشتهایی و افزایش بی اوسلگی صد درصد درسته بی اشتهایی بی اوسلگی اینا تغییرات خلق و خو یکی از بدترین چیزایی که هست استرسی که میشی ببین دیوانت میکنه اصلا توصیه نمیکنم برید سمت این داستان یه کام دو کام دیوید بکام نکن دیگه هاجی ما کردیم داریم بهت میگیم نکن آدم سوبر تو سمت خدا هم نشستم بیام بهت بگم نه دادی. خیلی به نظر من چیزه نه دارم چیز خوب رو بهت میگم ولی نکن این که میگن تاثیرات بلند مدت روت میذاره نه هاج اصلا اینجوری نیست من آدمی میشستم 7 8 10 سال مصرف کرده و دو ساله که مصرف نمیکنه عین روز اولش هم شده دراگای دیگه است اون دیگه است که تاثیر تا آخر عمر رو تاثیر میذاره که تو برنامه دیگه اگه ببینم از این برنامه حمایت کردین حتما راجبش بهتون میگم راجب اونم کلی اطلاعات دارم و تجربه و خاطره های زیادی این THC که میگن همین THC سی سیاده THC سی چقدر روش جوونا می این یعنی اسما رو خیلی دوست دارن سر اسم میرن وابسته به یه سری داستانا میشن تترا هیدرو کانابینول. در کل نظرم اینه که سوبری از همه چی بهتره تو رو به هدفات نزدیکتر میکنه آدم خفنتری میشی منم اینجا نیومدم برنامه سلامت رو به برات بذارم تجربه گفتم و چیزهایی که واقعا برات پیش میاد هم هر کسی هم که دور من تجربه کرده روز اول حال داده بهش روز آخر دیده همش افسرده است همش استرس داره و انگزایتی و بی خوابه و بی اشتهاه هیچ جا بهش حال نمیده با هیچ آدمی حال نمیکنه و فقط میره تو همون دوستایی که این چیزها رو مصرف میکنن تو ایران به خاطر شرایط و آدمهای گندگوز باش این بزن مینو میزنی میری تو یه چیز دیگه سیگار هم نکشید با اینکه گل از سیگار بهتره آدمای خفن رفیقای خوب دور خود جمع کن کارات میشه تمام شد و نفت کدومتون میدونید بدترین دراگ دنیا مخرب ترین چیه اگه تاثیراتش هم میدونید بهم هم بگید اگه حال کردی لایک کن کامنت های با حالو پین میکنم ساب و زنگولم یادت نره زنده بمون